از غول‌های چون مایکروسافت و آمازون گرفته تا هتل بین‌المللی ترامپ، شهر ونکوور توجه شرکت‌های بزرگ جهان را به خود جلب کرده است. در حالی که در آمریکا مهاجرت به یک پدیده بسیار جنجالی و محدود کننده مبدل شده است، ولایت بریتیش کلمبیای کانادا برای جلب ماهرین خارجی برنامه‌های تشویقی دارد. روکساندرا فیدویک از رومانیا به ونکوور مهاجرت کرده و آینده روشنی را برای خودش در سکتور تکنولوژی می‌بیند. با اقامتم در اینجا دریافتم که فرصت‌های زیادی برای رشدم وجود دارد. اگرچه من به همین منظور به ونکوور نیامدم، حالا که آمدم هیچ نیت برگشت ندارم. به خاطر که اینجا برای آموزش بسیار فرصت وجود دارد و مردم جالبی هستند که با آموختن از آنها می توانم مسلکم را توسعه دهم. جذابیت ونکوور اما به امکانات بهتر مهاجرت مختصر نمی شود. اینجا یک نسل نوی از زنان کدنویس برنامه های کامپیوتر، انجینیرهای سافت‌ویر و متشبثین تکنولوژی فرهنگ سکتور دیجیتال را تازگی خاص بخشیدند. مؤسس شرکتی که من در آن کار میکنم یک زن است و اکثریت بانیان آن هم زنند. من بسیار احساس خوشبختی میکنم که در همچون یک محیط همشمولی کار میکنم که در آن جنسیت اصلا مشکلی نیست و افراد بر اساس توانمندی های فردیشان کار میکنند. در ونکوور اتحادیه ها و گروه های زنان برنامه نویس و مخترعی وجود دارد که برای توسعه و تحکیم نقش زنان در تمام ابعاد تولیدات تکنولوژی تلاش میورزند. با آن هم حضور زنان در سکتور تکنولوژی همانند آمریکا فقط 20% است. فعالین زنان در تکنولوژی اضافه بر آن که خواستار 50% تمام تشکیلات شرکت‌های تکنولوژی هستند، یک معضل بلند مدت دیگری را هم هدف قرار دادند. معاش نامساوی. در نخستین سالهای کاری یک زن به وی 98 سنت در مقابل یک دلاری که یک مرد عاید می کند می پردازند. با گذشت 5 تا 7 سال وقتی زنان در مسلکشان پیشرفت می کنند و تجارب کسب می کنند، این تفاوت به 93 سنت در مقابل هر دلار افزایش می یابد. تفاوت در عواید سالانه سکتور تکنولوژی ونکوور با سیلیکون ولی به صدها میلیارد دلار می رسد. و به نظر نمی رسد که این دو شهر در آینده نزدیک جایگاهشان را تبادله کنند. ویژگی ونکوور اما این است که هم برای زنان و هم برای ماهرین خارجی جذابیت خاصی یافته است.